امروز در ژنو در مقر اروپایی ملل متحد دو قطعنامه علیه رژیم به تصویب رسید یکی قطعنامه شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در ایران با 24 رأی مثبت در مقابل 8 رأی منفی و دیگری تمدید ماموریت جاوی رحمان برای یک سال دیگه همچنین ماموریت کمیته حقیقتی ها به سازمان ملل متحد برای سرکوب معترضان در ایران هم تمدید شد خانم فریده کریمی در ژنو رو روی خط داریم تا بیشتر در این رابطه بشنویم سلام کنم خدمت شما خانم کریمی و و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه سلام میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز خوشحالم که تونستیم به هم وصل بشیم و امیدوارم که قطع نشه بله خانم کریمی اگه میشه توضیح بدید که رژیم برای تصویب نشدن این مموریت ها چه اقداماتی انجام واقعیتش اینه که ما امروز در هفته ششم اجلاس شورای اوباشر بشر هستیم که از 26 فوریه شروع به کار کرد در طی این شیش هفته و حتی میتونم بگم قبل از اون رژیم بسیار تلاش کرد که این قدنامه به تصویب نرسه در مرحله اول تلاش کرد که این دو معموریت یعنی تمدید گزارشگر ویژه و همچنین تمدید هیئت حقیقتیاب در یک قدر نامه گنجونده نشه با این امید که بتونه آراش رو تغییر بده بعد که موفق نشد در واقع اومد روی کشورهایی که دوست رژیم هستن تلاش کرد که اونها رو هرچی بیشتر فعال بکنه که بتونه آرای منفی رو بیشتر بکنه البته باید بگم که هیچ کدوم از این تغییر و تحولات ساده پیش نیومد و با همت و با تلاش دوستان مقاومت و فعالیت هایی که جامعه مدنی ایران انجام داد توانستیم این تلاش های رژیم ها به عقب بنشونیم باید گفت که در طی این شیش هفته هر روز در واقع به طور فعال هیئت مقاومت در ژنو حضور داشت با ملاقات های متعدد با فعالیت ها با افشاگری ها با مدارکی که پخش کرد واقعا با، تونستیم رژیم رو به عقب برسونیم من جای تبریک داره به مردم برای اولین باره که با این آرای مثبت و با این تفاوت ما تونستیم یه قدنامه رو به تصویب برسونیم میدونم که وقت نیست من در جزئیات براتون بگم باید بگم که رژیم این بار بسیار نفر فرستاده بود سابقه بود این تعداد نفری که به ژنو فرستاده بود همه رو با پول مردم در این شرایط اقتصادی نشون میداد که چقدر برای اینکه این قدنامه تصویر نشه براش مهم بود و چقدر بها حاضره به فردازه ولی خوشبختانه تلاشاش به جایی نرسید و تونستیم اونو به عقب برسونیم بنشونی. خانم کریمی اگه ممکنه در این رابطه هم بگید که اهمیت شکست رژیم رو شما چطور ارزیابی می‌کنید من فکر می کنم که این شکست باید در یک مجموعه فعالیت ها و در یک مجموعه سیاسی اونو ببینیم قبل از هر چیز بیانگر نقطه ای که مردم ایران در مقابل رژیم قرار دارند و از طرف دیگه کشورهای خارجی با تلاش و با فعالیت هایی که انجام شده مشخصا مقاومت ایران خودش و تلاش هایی که خود خواهر مریم انجام میدن و تلاش هایی که داره در تمامی کشورها اشب نشان ها و از طرف دیگه کانون شورشی انجام میدن جایگاهیه که مقاومت در جهان پیدا کرده و به گوش همه رسوندیم که مردمی رژیم تغییر این رژیم هستند اینو باید در این در واقع صفحه مختصات نگاه کنیم این قدنامه جزی از همین صفحه ایه که به خوبی امروز خودش رو نشون داد و من فکر می کنم پیام مردم ایران به گوش همه رسیده و باید انشاءالله این گام ها رو ادامه بدیم با سرعت و با اهمیت و با شتاب بیشتر و انشاءالله به نقطه نهاییمون چه زودتر نزدیک بشیم بله تشکر میکنم از شما خانم کریمی عزیز که در این فرصت کوتاه بسیار منسجم و عالی در همین رابطه برامون توضیح دادید منم ممنونم از شما و امیدوارم که در کارتون هر بیشتر موفق بشه خدافزی میکنم